سلام دوستان عزیز، میبرم که حالتان خوب باشه، هر جا که باشی ساعت و ساعت من باشه از دان دل. ما امروز آمدیم به کریه این بحار و روال برنامه می است که ما هر هفته در شما دیل لاسه کریه را به معرفی میگیم. و امروز هم آمدیم به کریه این بحار و ردفرا. ما امروز از این کریه شروع کردیم و جاهای دیدنی کریه را به شما تشریف کشنیم و امیدوارم که از ویدیو ملزت کافی را ببرید. خب دوستان عزیز، اکنون ما آمدیم در کنار زیارت و می خواهیم از زیارت هم کم معلومات به شما شریک بسازیم. خب دوستان عزیز، اکنون ما آمدیم در نزد یکی از جسیبودان کریه و میخواهیم که درباره این زیارت از ایشان معلومات را بگیریم. سلام استاد. سلام علیکم، بخیر باشید. میشه خود برای ما و بینندگان معرفی کنید؟ بله، اسم علی احمد از قریه نوبهار. خب استاد گرامی، درباره این زیارت میشه برای ما کم معلومات بدید؟ میگه که این کسا قبر یک از ایندیا است و ایندیا در اینجا زیارت میآمدن. میشه بگید که این قبر از کی است و برای ما کم معلومات بدید؟ ان شاء الله. این قبر که است تقریبا 700 سال سابقه داره، یعنی وقتی سلطان حسین بایقرا بوده و این شخص اصلی از هندوستان بوده و به زی طرف آمده و منجا فوت کرده، منجا دفن شده و سالانه بسیاری از مردم هندوستان چون طرف دارازی بوده میایه 10 روز 20 روز با فامیلا و اینجا میگذرانه، دوباره میره به هندوستان. و اینجا مردم هندوستان یک مسجد پالوی همه زیارت بنا کرده به نام مسجد میر سید محمد آقای دیگه. امی در این موقعیت پلوی لیسیه تاردین و بحار سیست شکل سیست. خب بینندگان عزیز، اکنون هم ما در اولین عزی که برای اولین بار در زمان سلطان حسین بایقرا در کریه نوبهار ساخته شده و طبق که باشندگان محل میگه این عز که است در درده و طول عرض است، یعنی ما خود من نمیفهمم که این را چه کسمی آب میکرد. کس دیگه شما میدونید کلگی خشت است، اگر ما حالا این را آب بندازیم خب خشتاش کل گل میشه. ما در اون زمان ما نمیفهمی که چه کسمی را آب میانداخته. سلام آقا جان. خوب و خیر جان. نیش خود برام معرفی کنید؟ من عبدالرزاق هستم. خوب عبدالرزاق جان، شما چی کار میکنید دقیقاً؟ حالا می شکمبه گو امیر پاک می شکمبه گو پاک می خوب ما رو خوب شکم میمون نکنید. او بچه میمون خوب تا که آماده میشه؟ ای بخیر، امروز بس یک ساعت نیم ساعت بس آماده. شکمبه گو چه خوبی داره؟ یه خیلی فایده داره. خوب فایده اینا خیلی انگی بخوریم چاق میشی. او بچه بس و حالی هم آمدیم در یکی از باغای بزرگ نوبهار و امید داخل باغ یک میانه را میخوریم و میبینیم که دیگه کدامی بهار را دارد. پس با ما حتما تا آخرین ویدیو همراه باشید.
خب دوستان عزیز، اکنون هم در یکی از باغهای بزرگ در کرین و بهار آمدیم و میخوایم که با باغبان، یعنی با کسی که باغ از او است، میخوایم که او صحبت کنیم و ببینیم که بزر به کاروارشان چطور است. سلام ایسا، خوب است؟ سلام علیکم، شما خوب هستیم برادر؟ شکر است. میشه خود برای ما و برای دوستان عزیز ما معرفی کنید؟ بله، من احمد خان هستم، فرزند جمعه خان از کرین نوبهار. خب ولی صاحب، شما میتونید درباره کرین نوبهار ما کم معلومات بدید؟ معلومات اینجا باغداری زیاد است، مردم با توجه به باغداری زیاد دارد، زحمت میکشه. اینجا انار، انگور، الوچه، زردالو، هر چیز اینجا فراوان است و مردم زحمت هم بسیار میکشه. ماشاءالله. خب ای انارا شما کیلو چنده؟ انارا ما کیلوی 20 افغانی پرخدم. کیلوی اگر منیه؟ نه، منیه، من 100 افغانی پرخدم. خب انارا شما فقط در ولایت فرا میفروشین؟ اگر دیگه ولایت دیگه هم نه، ما در فرا مفروشیم، دیگه از مردم سندن، نیمروز، ایرات انار و فرار را بیرون میکنه. سیست، اگر شما یک دوز را دبا خودی این کنار دوزی میکنه، اما چکار میکنه؟ میبخش اگر؟ نه، میبخشی او را داد مینی. سیست دیگه، مثلا هم چون را دوزی میکنه؟ بس ببینی به توی جا داد که دوزی کنه. سیست، شکر ایسا. سلامت باش. خب دوستان عزیز، این برنامه این هفته که ما کریه نوبهار براتون به شما تصویر کشاندیم، تا برنامه دیگر شما رو به لطفان دوستان و بناقا پیمان دوستانش که همتن از ما رو فالو کنیم و میاد داریم کل نکرجات و حسابه و جاهای دیدنی ولایت فرا به شما تصویر کشاندیم و کسایی که در ولایت نیست، دیگر جاهای بیرون از ولایت هست، این از آنجا بتونه کریه خدا تماشا کنند. تا برنامه بعد شما رو به لطفان میسپاریم.